درود به همه عزیزان. همون جوری که قبلا در برنامه های رستاخیز سیمرغ بارها و بارها اشاره کردیم، در ویدیوهای اخیرم اشاره کردیم که پشت تمام اتفاقاتی که توی خاورمیانه داره میفته جریانی هست که یا کشوری هست به اسم موریانه خاورمیانه یا همون اسرائیلی که همتون میدونید. ما قبلا در مورد طرح معامله قرض صحبت کرده بودیم، در مورد نابودی ایران شهر توسط مافیای ایران ستی صحبت کرده بودیم، در مورد هدفشون صحبت کرده بودیم و امروز دیگه با اتفاقی که در افغانستان افتاد فکر نمی کنم بر کسی پوشیده باشه، بر وطن پرستان و آگاهان پوشیده باشه که پشت همه این جریان ها یک جریان ایران ستیزی هست که دنبال تجزیه ایرانه و نه تنها خود ایران بلکه نابودی سرزمین های ایران شهر. شما الان میبینید که این جریانی که پشت موریانه خاورمیانه قرار داره دستش رو روی دو تا بال شرقی و غربی ایران شهر گذاشته. از یک سو از کردها داره ابزار درست میکنه برای پیشبرد اهدافش، از این ورم از قسمت شرق ایران هم روی پشتونها سالهاست که اسرائیل داره سرمایه گذاری میکنه، سالهاست که داره تبلیغات انجام میده که این پشتونها یکی از 10 تیره گمشده یهودیان هستند و مسائلی که قبلا در برنامه توضیح دادیم و در برنامه آینده هم توضیح میدیم. اما خیلی جالبه که این مطلب رو دوستان بهش توجه کنن. اینجایی که ما گفتیم جمهوری اسلامی در داخل ایران ابزار مافیا برای نابودی ایران و ایران شهره و رفیق و شریک جریان صهیونیست که همون اسرائیل هست در خاورمیانه است، یه سوال خیلی خیلی ساده. الان شما ویدیوهایی که روی این تصویر دارید میبینید، این پایین دارید میبینید، اینا صفحات رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل و صفحه های رسمی نخست وزیر اسرائیل به فارسی، عربی، عبری، انگلیسی. و شما میبینید توی این اتفاقاتی که توی کشور افغانستان یا آریانا افتاد در این چند روز، حتی کشوری مثل جیبوتی هم میاد اظهار نظر میکنه، اما شما هیچ صدایی از اسرائیل نمیبینید، نه اعتراض میکنه، نه حمایت میکنه و نه عکس العملی نشون میده. کشوری که مدعی دموکراسی است، کشوری که مدعی حقوق بشره، کشوری که مدعی با اسلام رادیکال در جنگ، در ستیزه، کشوری که مدام از امنیتش صحبت میکنه، از در خطر بودن امنیتش صحبت میکنه، اما وقتی یک گروه تروریستی به اسم طالبان میان و افغانستان رو با کمک جمهوری اسلامی اشغال میکنن توی اون طرح معامله قرض که صحبتش کرده بودیم، شما میبینید اسرائیل ساکته و اصلا براش مهم نیست. انگار نه انگار که یه همچین اتفاقی در خاورمیانه افتاده و انگار نه انگار که اون مردمانی که در افغانستان همین 2-3 روز گذشته از در و دیوار هواپیما و اتوبوس و فلان و اینا فرار میکردن که از کشور بزنن بیرون، انگار برای این کشور اسرائیل اهمیت نداره. شما اگه پستی که همینجوری دارید میبینید، توی تل آویو هوا خوبه، هوا ابریه، امروز بارون اومد، امروز بارون نیومد، کشوری که راجع به پرواز مگس ها در خاورمیانه اظهار نظر میکنه و صحبت از تهدید امنیت ملیش میکنه، خیالتون جالب نیست که برای اینکه طالبان رو به قدرت رسوندن این کشور سکوت کرده. سکوت اسرائیل فکر میکنید به چه معناست؟ اینا رو میگم، این اسناد رو ما توی رستاخیز سیمرغ نشون میدیم تا هموطنانمون در ایران و هم تبارانمون در کشور افغانستان بدونن که دشمن اون مردم و دشمن این سرزمین ها در حقیقت کیه و برای چیست. که شما ببینید ظرف 10 روز طالبان میتونه بیاد، البته طالبان که صحبت رو قبلا کردیم، طالبان کابر طالبانه، هسته اصلیش نیروهای تروریستی سپاه قدس که همون سپاه اورشلیم، یعنی همین کشوری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، و سیاست مدارانش میبینید که هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن و اصلا براشون مهم نیست. اینو گفتم برای اون کسایی که شک داشتن و شک دارن هنوز که شعار مرگ بر اسرائیلی که روح‌الله خمینی داد فریب بزرگ بود. و شما میبینید که جمهوری اسلامی، و خیلی اینجا جالبه، جمهوری اسلامی میاد رسما و علنا از طالبان حمایت میکنه و اسرائیل سکوت میکنه. در داستان قره‌باغ اسرائیل میاد جنگ بین ایران و ارمنستان رو سر قره‌باغ راه میندازه، تجهیزات نظامیش رو میده و جمهوری اسلامی اونجا حمایت میکنه. و این سکوت اسرائیل اینجا حمایت از جمهوری اسلامی برای به قدرت رساندن همین پشتونهایی است که اینا دنبال 10 شاخه گمشده یهودیت میگردن. رستاخیز سیمرغ تا امروز هر آنچه گفته اتفاق افتاده
و بسیار بسیار آینده وحشتناکی برای کشور ما و برای منطقه اینا خوابش رو دیدن، بسیار بسیار وحشتناکه که امیدوارم با همه این افشاگری ها و با همین اطلاعاتی که هموطنان دارم بتونیم ما بازی مافیا رو به هم بزنیم. میشه بازی مافیا رو به هم زد، میتونیم این کار رو انجام بدیم به شرط اینکه ملت ایران بخوان و این صداها پخش بشه. یعنی پخش این صداها، چون این صداها مثل صداهای ما توی رسانه ها که هرگز این مطالب گفته نمیشه. بنابراین توی فضای مجازی شمایی که دارید میشنوید این ویدیوها رو دانلود کنید و پخش کنید. ویدیوها رو دیدید، صفحات رسمی اسرائیل به فارسی، وزارت امور خارجه اسرائیل رو دیدید و صفحه های رسمی نخست وزیر اسرائیل هم دیدید. تا 10 روز گذشته، از الان که دارم من صحبت میکنم تا 10 روز گذشته، کوچکترین واکنشی به اتفاقات در خاورمیانه و در افغانستان نشون ندادن. آقایون فارسیدان در اسرائیل و خانم های فارسیدان در اسرائیل، لطفاً بیایید جواب بدید دلیل سکوت اسرائیل در این شرایط حساس چیست؟ پاینده ایران، جاوید شاه.